ژیارگل چطوری؟ خیلی ممنون. خوبی؟ الک کی؟ قرار من تو رو مصاحبه کنم یا تو من مصاحبه کنم؟ با هم داریم گپ میزنیم. اوکی. ببینید این قسمت اول حرف و کتاب با رعنا رو فکر کنیم با تو شروع کنیم. چون تو دوست خیلی قدیمی منی، 14-15 ساله و یکی از جالبترین آدم هایی هستی که من در زندگیم باشون آشنا شدم و کلی بالا پایین داشتی و تو این سالها تغییر کردی. میتونم کوتت کنم تو تندر پروفایلم که من که جالبترین رعنا رحیم‌پور اینو گفته. خیلی تغییر کردی و خیلی هنوز که هنوزه من با این جنبه های جدیدی از تو آشنا میشم که همیشه برام اعجاب برانگیزه که یه آدم چقدر میتونه جنبه های جالب و دوست داشتنی و متفاوتی داشته باشه. واسه همین جزو اولین کسایی بود که دارم میخواست باهات حرف بزنم. ژیارگل کیه؟ خیلی سوال مشکلیه، هنوز کشفش نکردم. وقتی کشفش کردم یه مصاحبه دیگه بذار بهت توضیح میدم دقیقاً ژیارگل کیه. ولی خب همه ما مثل انسان تمام جنبه‌های خودمون، والنبرتی، حساسیت، شکنندگی خودمون رو داریم. پشت صحنه ای که می‌بینی، حالا خب خیلی تو رو می‌بینن تو تلویزیون، هر انسانی بر اساس دیدگاه خودش یه برداشت مشخصی از شما می‌کنه. ولی خب ما مثل خیلی‌های دیگه انسانیم، خانواده داریم، رفیق داریم، دوست داریم، نگرانی داریم. به هر حال در یک کلمه بگم، من خیلی خیلی دوست دارم چیزای تازه رو امتحان کنم و ریسک بخشی از زندگیم بوده همیشه. تا به حال نگرفته، تا به حال بقول این گمبل ما، این قمار ما، میدونم یه روزی میگیره منو، بالاخره میزنه زمین، ولی خب خیلی وقتا به نفعم بوده. خب برای من تعریف کن که اصلا تو به هر حال متولد ایرانی، از کجا شروع شد، چند سال پیش بود؟ من توی یکی از روستاهای سنندج به دنیا آمدم که الان بخشی از شهر سنندج شده، کردستان، ناف کردستان البته. و خب سالها اونجا بودیم، دانشگاه ایران، تهران، جای دیگه. بعد من سال 97 رفتم کانادا. اونجا بودم چندین سال، بعد از بیش از یک دهه اونجا، به خاطر اینکه بیام بی بی سی از اونجا موف کردم اومدم انگلیس. ولی اونجا هم رفتی سمت کار خبرنگاری؟ اونجا من برق و الکترونیک صنعتی خوندم و تو دانشگاه تو ایران دامپروری خوندم، گاوچرانی. و این همیشه چیزی که برام مثلا تو دیگه ایده‌ای داشتم، جوون بودم، حیوان و اینا رفتم خوندم، انیمال ساینس و اینا. بعد برگشت دیدم نه کار نمیکنه، رفتم کانادا. بعد برگشتم به رشته ای که تو هنرستان خونده بودم، الکترونیک بود، بعد برق و الکترونیک صنعتی خوندم. بعد اونم تموم کردم، رفتم دیدم نه اصلا من برای اون خلق نشدم، اصلا از لحاظ فیزیکی خیلی کار فیزیکی میخواد. بعد رفتم مدرسه فیلم، یک دوربین دست دوم گرفتم و با یک مستند شروع رفتم فیلم برداری کردم. برگشتم یه فاند گرفتم، اولین فیلم من با کمک نشنال فیلم بورد کانادا شروع شد. یعنی از اونجا آغاز کار من بود و تمام از لحاظ دوربین، از لحاظ ادیتینگ، 90% کارهای خودم معمولا خودم مونتاژ میکنم، تدوین میکنم. به همین جهت از اونجا شروع شد دیگه، به قول معروف افتادیم تو این کار و نهایتاً همکار شما شدیم. پیدا کردی اون چیزی که جنمشو داری؟ ببین یک چیزی رو میدونم من، این خیلی مهمه به باور من، هر جا احساس کنم تو کارم لذت نمیبرم، حاضرم ول کنم برم. تو آموزش و تو دانشگاه هنوزم دارم وام تحصیلیمو میدم تو کانادا و هیچ وقت استفاده نکنم، ولی هیچ وقتم پشیمان نیستم. بالاخره تو یک هورایزن، چه میگن، یک افقی برای تو به وجود میاره که آقا اینو نمیخوام، حداقل اینو من اینو آزمایش کردم، این مال من نیست، یا من برای این خلق نشدم. و به باور من هر جا احساس میکنم که تو اون کار لذت نمیبرم یا به جایی نمیرسم، ول میکنم میرم. مثلا وقتی اومدم بی بی سی 4-5 ماه طول کشید که من بیام. یادم سردبیر بی بی سی گفت آقا ما اگه نمیای کسی رو استخدام کنیم. من بعد تو کانادا گفتم به بچه ها، رفیقام گفتم من میرم 3 ماه اگه احساس کنم خلاقیت دارم، میتونم چیزی رو کریتیویتی داشته باشم، میمونم. اگه نه برمیگردم. مثلا آپارتمان رو حفظ کردم. بعد از 3 ماه بهشون گفتم آپارتمان رو جمع کنی، البته جمعش نکردن، تقسیم کردن اموالمو. ما برگشتم گفتم کو قالین، کو سجاده، فقط کامپیوتر رو آوردم، هارد درایو. تو که همه سر سجاده بودی. آره سجاده منظورم چی بهش میگن؟ یک ما تو کردی سجاده اون نیست که نماز روش میخونی، سجاده اینه که زیر کف میخونی، خیلی مقدس تره پیش ما.
آره اینجوری بود. بعد اومدی بی بی سی، ولی همیشه برات خبرنگاری تحقیقی و خبرنگاری جنگ جذاب بود و بسیار هم آدم شجاعی هستی و دنبال دردسر. و در این مقطعی یادم میگفتی که فکر میکردی که قراره در خط مقدم بمیری. آره من همیشه فکر میکردم 50 سال بیشتر سن نمی کنم. الان چند سالته؟ الان عبور کردم. لو نمیدی؟ آره الان عبور کردم. من آخه جالب اینه، من یه برادر دیگه داشتم مرده شناسنامه‌شو پرت نکردم. من یک بچه از یه خانواده 17 نفره هستیم. یک بچه از 17 نفر، خود دو تا تلفات دادیم، الان 15 مونده. 17 تا بچه از برادر یه نه دو مادر. دو تا بود. نصف محلمون قیافاشون مثل ما. بابام خیلی کامیونیتی ورک انجام میداده اونجا. حالا بگذریم از اون. و پوینت چی بود؟ من یادم رفت. دوباره چی حرف می‌زدم؟ سنت. سنم آره. بعد برادر من میمیره، اینو شوخی نمیکنم بهتون، با سارام خانمم که میشناختی اونم براش خیلی تعجب چطور میشه، گفتم شناسن رو پرت نکن خیلی سخت بره ثبت احوال، گفت حالا یه دکمه داریم یه کتشوار براش بخریم. من بعد دو سه سال من آوردن. حالا سن حقیقی من باید 49-50 باشم، ولی خب تو شناسنامه عبور کردم. اوکی. و فکر میکردی که قراره که همیشه خبرنگار جنگ باشی و همیشه نه. خطر بکنی؟ نه نه، من اتفاقا من فکر میکنم تو دانشگاه بودم دیدم علاقه دارم به قصه گویی تو ایران. بعد رفتم کانادا، بازم با وصف اون یه چیزی منو انسپایر کرد. یک نماینده کرد بود تو مجلس، به جرم اینکه کردی تو مجلس ترکیه حرف زد حبس ابد بهش داد. من برای من گفتم میخوام یه فیلم درباره لیلا زانا بسازم. یعنی این عاملی شد که من بیام تو این وادی. رفتم یک دوربین دست دوم خریدم، بعد رفتم ترکیه چندین بار رفتم با هزینه خودم، کردیت کارت و 50,000 دلارم بدهکار بودم. شبا خواب میدیدم لاتری بردم، بلیت بخت آزمایی 50,000 میبرم نه 52,000، فقط بدهیامو بدم. ولی در کل یه انگیزه باعث شد من یه کاری رو شروع کنم و خیلی هم خودم آموزش دادم که چجوری ادیت کنی، چجوری اینکه به بعضی وقتا تو یه کاری رو نگاه میکنی با دو انتهای چشم، یکی اینکه نکات خوبشو بگیری، یکی اینکه چیکار کنم مثل اون نشه. میگی قصه چقدر زیباست، خرابش کردن. من چجوری میدونم این قصه رو بگم؟ فکر کنم استیو جابز میگه هنرمند اینه که کسی، اونه که آرتیستای بد کپی میکنه، آرتیستای خوب میدوزن و بهترش میکنن. استیو جابز البته فاوندر کسی بود که اپل درست کرد. خب برای یه تصویری همیشه تو ذهن من هستش که میگی که یه جایی بودی تو روی خودروی زرهی بودی تو عراق که سارا همسرت که از دنیا رفت با تو تماس گرفت، اونو تعریف کن. ببین اون زرهی نبود، توی ماشین ما داشتیم از سوریه به طرف سنجار کوسان سنجار، اگه یادت باشه داشت محاصره شده بود داعش، یه عده یعنی هزاران نفر اونجا گیر کرده بودن تو کوهستان. ما از رفتیم تو سوریه، من از طریق رفیقام متوجه شدم کردای سوریه YPG یعنی YPG یگانهای مدافع خلق یک کوریدوری باز کردن اونجا، دارن مردم رو میارن پایین از داخل سوریه، بعد برمیگردونن توی کردستان عراق. و من متوجه اون شدم و کسی نمیدونست، به ما اجازه دادن ما بریم. ما اونجا بودیم، از این تلفن‌های ساتلایت داشتیم که میتونه همه جا کار کنه و بعد تلفن داشت، یه دم زنگ زد به نه تو اون با اون نبود، با اون نبود، من تلفن دیگه بود چون این عراقی یهو زنگ زد. الان چون من بعداً بهش زنگ زدم با اون تلفن بهش زنگ زدم، ولی بعداً دیدم زنگ زد شروع کرد به فوش دادن به من. یعنی کسی که سارا خیلی مؤدب بود، گاهی موقع من دیگه اف ورد یادم ای مستر این کلمات رو بگم، بعد شروع کرد به من کرد یه آدم نارسیسیستی هستی، یه آدمی هستی که فقط خود من نمیدونم چرا چی شده چی شده. تا اون موقع تازه با هم دوست شده بودیم؟ نه یک سالی بود با هم بودیم. یک سالی بود با هم بودیم، ما 2013 با هم آشنا شدیم. این جریان فکر کنم مال 2014 بود اگه اشتباه نکنم. و بعد به من گفتم چیه این؟ گفت باید بفهمی اینو تو کلت فرو کنی، تو این رابطه دو نفر وجود داره، تو نمیتونی تنهایی تصمیم بگیری. گفتم ببین گفتم چی شده؟ من بعد گفت تو سوار هلیکوپتر نزدیک به کشته بشی تو زندگی دیگه، وقت این حماقت‌ها چی انجام میدی؟ بعد متوجه شدم روز قبلش ما با هلیکوپتر که کمک انسانی می برد رفته بودیم و از پایینم داشت داعش به ما تیراندازی می کرد و من تو این هلیکوپتر بودم. این که ندیده بود، روز قبل فیلم برداری شده بود، اون صبح تلویزیون انگلیسی پخش کرده بود. اون موقع سارا همسرم دیپلمات بود تو وزارت خارجه آمریکا کار می‌کرد، اون موقع تو سفارت آمریکا در ابوظبی بود تو امارات متحده عربی، اونو دیده بود. بعدها متوجه شدم اصلا کانال رو از CNN عوض کرده بود به BBC. من اصلا نمی‌دونستم، همکارش بهم گفت.
و این خیلی ناراحت بود که من کشته بشم و منم اونجا گفت الان کجایی؟ اون اصلا نمیدونه الان من جایم، اسنایپرها دارن شلیک میکنن. بدتر از اون حتی. آره من گفتم سرویس نمیده، من باید برم. قطع کردم رفتم. بعد یه داستانی، یکی از این ما مثلا ریسک ادوایزر میشن، یعنی مشاور امنیتی هستن که آقا اینجا خطرناکه نرید. نهایتاً و اکثر این آدما کسایی بودن تو ارتش انگلیس کار کردن و خیلی تجربه. به من نگاهم که گفت این کی بود؟ فهمید شنید من داد و هوا رو اینا. گفتم آره یه دختر یه دیتش میکنم الان، به خاطر اینه نمیگم که نمیخوام با کسی رابطه جدید این جدی داشته باشم. گفت اتفاقا خیلی خوب، اینا باعث میشه تو زنده برگردی. و من طول اون سفر رفتم و برگشتم هی فوشای سارا برمیگشت و خوش میخندیدم، مثل موسیقی بود به گوشم که چقدر کسی داره برای من منتظر منه. چون من به ایران اصلا تماس نمیگیرم، نمیگفتم کجا میام کی میام. و برای منم سارا خیلی عصبانی بود، آقا یارو تو ارتش میره 6 ماه نمیاد، خب من قرار نیست هر روزی میرم سر کار به تو بگم کجا میرم. آدمی بودم که اصلا دوست ندارم کسی به من بگه. یکی بزرگترین مشکلی که رئیسم با هم دادن، آقا تو اصلا همون سفری که من رفته بودم مجوز بی بی سی رو نداشتم. بعدها یه جنگ بزرگی شد، آقا شما تمام قوانین زیر پا گذاشتی و رفتی. ولی سارا یه نقطه عطف خیلی بزرگ تو زندگی بود. جیاری که من قبلش میشناختم یک جیار بسیار شر و شیطون و دنبال رابطه جدی نبود. و بعد سارا میاد تعریف کن اصلا شروع این که اصلا سارا چطوری اومد تو زندگی و یه پیاده روی شما با هم کردین تو استانبول که اون همیشه تصویرش تو ذهن من مونده. ببین سارا، من یک گزارشی داشتم در برای چیزی توییت کرده بودم. سارا رو توییتر اومد با فلمنگیش، با الفبای با انگلیسی با فارسی نوشت که منو چالنج کرد. چالنجش واقعا خیلی والد بود، اما فکتای من درست بود. اما برای اینکه بجای اینکه من بیام با این جارو بحث کنم، میگفتم سارا کاترین گرو، این اسمش به ایرانی نمیخوای چون فارسی حرف میزنه. بعد رفتن تو پروفایلش نوشته بود دیپلمات وزارت خارجه آمریکا. اصلا بالاخره این جالبه برات. بعد یه دختر خوشگلم بود. منم به جای اینکه بجنگم و جارو بحث کنم تو راست میگی و من راست میگیم اینجوری، اسمشو کپی کردم گذاشتم رو فیسبوک، سرچ ادش کردم به عنوان فرون، قبول کرد. درست هستوری، بقیه‌اش تاریخ دیگه. با هم آشنا شدیم دیگه، بعد رابطه و از این صحبت ها. و همه بچه ها میگفتم من اصلا اهل من، هر کسی میگفتم که من اهل رابطه نیستم، با هر کی دیت میگردم خیلی صادقانه. همون داستانی که میگم آقا یه گلوله است، این چیزی زخمی شده بودم، خیلی مسائل برام پیچ اومده بود، هواپیما راننده بودم، بالاخره یه جای گیر میکنم، من نمیتونم با سن نمیشه کسی دیگه بازی کنم. به همین جهت حتی با سارا هم بارها میگفتم، اونم میگفت مگه تو نمیگی لیو ان دی مومنت، در لحظه زندگی چه ای داره به آینده. ولی خب سارا خیلی باهوش میگه، بچه‌ها میگم این دیپلمات تو رو گرفتار میکنه و این کارم کرد و خیلی تأثیر گذاشتم. آره دیپلماسی داشت. آره. سارا خب خیلی زن تأثیرگذاری بود، چند زبان مختلف حرف میزد، انقدر گرم بود و انقدر قشنگ فارسی حرف میزد که اصلا آدم بلافاصله احساس میکرد که با یه ایرانیه، مثل خواهر طرفه حتی تو اولین برخورد. اما رو توی تأثیر خیلی جالبی گذاشت. و یادم گفته که یه بار اون اوایل رابطه تو پارک قزی اگه اشتباه نکنم، تو گنجلی پارک، آره، گنجلی پارک آنکارا، تو شما داشتین اونجا با هم پیاده روی میکردین و تو فکری که چقدر این دست سرنوشت عجیبه که تو یه زمانی به عنوان پناهجو توی اون پارک خوابیدی. و بعد من سال 92 مادرم حتی پودر لباسشویی گذاشته بود تو بگم و خواستم از ایران خارج بشم پناهجو برم برم. یادم تو مز گرفتن فکر میکردن این مواد مخدره گرده. بعد گفتم آقا من توریستم، میگه آقا تو پودر لباسشویی توریست میبره با خودش. من نمیدونم به هر حال بگذاریم. مادرم معجزه آسا، مادرم گوشت پخته بود. خلاصه گفت آقا کدوم توریست میری ترکیه، مامورین. خلاصه دمش گرم، گلابخای گذاشت برم. ما خارج شد، تازه پاسپورت من با اسم دیگه بود، مال خودم. ولی به هر حال همون ریسک پذیری ما رو رها کرد رفتیم اونجا. من دو شب تو اون پارک است آنکارا که خیلی نزدیک گنجلی پارک بهش میگن، یو ان اونجا بود، مال سازمان ملل متحد، مال پناهجو. من رفتم اونجا، فقط دست در قضا من برگشتم اون یه بعد از این مدت. یعنی دو شب تو اون پارک خوابیدم. آره اون پارک خوابیدم. بعد از 25 سال سارا اون موقع سخنگوی سفارت آمریکا در آنکارا بود و من گفتم بریم گنجلی پارک. من نمی‌دونستم گنجلی پارک از اون پارک‌های الان کثیف و این الان اون موقع خیلی تاپ بود 25 سال پیش. من دارم ربع قرن پیشو میگم. بعد ما رفتیم اونجا، گفت چش این پارک خوبه، اینقدر تو این خوب. سارا ترکیه رو خیلی خوب میشناخت. بعدم ترکیه خیلی سریع گفتم. گفتم ببین من 25 سال پیش اینجا یک کولپشتی کولم بود به عنوان یک پناهجو بودم. هیچ وقت تصور نمی‌کردم یک امروز برگردم اینجا با
سخنگوی سفارت آمریکا اینجا قدم بزنه و اونم زنم باشه، یه بچه هم ازش دارم. و برای من، به نظر من این خیلی خیلی برام جالب بود. به هر حال داستان سارا آدمی بود هیچ وقت منو تشویق نمیکرد، ولی پشت سرم خیلی مثبت حرف میزد، ولی جلوی فکر نمیکنم که روش ندم، میشناخت من پر رو میشم. آره سارا موفق شد که بالاخره این جیار شر و شیطون رو رام کنه. رام کنه. واقعا اصطلاح خوبی. برای اینکه اصلا نه فقط تو از اون حالا اون شیطنتت کم شد، اصلا یه آدم دیگه شدی. من میفهمم بچه‌ام خیلی تاثیر داشت. و من به محض اینکه متوجه شدیم آن پلان برنامه‌ای براش نبودیم و سارا گفت من حاملم، من فکر کنم زندگیم تقریبا دیگه، من اون ریسپکت چیزی که میگی پدر بودم و شوهر کسی بودم. البته خب لیانا 3 سالش بود ما ازدواج کردیم. بازم اونم داستانی، ولی در کل احساس کردم نمیتونم دیگه با سرنوشت یک انسان دیگه، مال خودم رو ریسک میکردم قبل از اون. اگه یادت باشه سخت‌ترین و بدترین شرایط همیشه میرفتم، ولی در کل دیگه خودم نبودم. سرنوشت دیگران برام خیلی مهم بود. پدر اجازه میدی که بچه، من اجازه نمیدم بچه کسی دیگه بدون پدر بشه، اجازه بدم بچه خودم بدون پدر، دیگه من نبودم. و به هر حال خیلی رعایت میکردم، خیلی برها سعی کردم تو کارهای دیگه بیام که نمیگم خطر نداره، کارهایی که انجام میدم با قول انگلیسی poking to the birds مثل همیشه نگران. آره. برها تهدیدم شدم، بارها هم تهدید شدم به مرگ و از اینا از طرف دستگاه امنیتی ایران، ولی در این حال هم بالاخره تو شاید امنیتی بیشتر در نظر میگیری، خیلی بیشتر پشت سرم نگاه میکنم. بالاخره ازدواج کردین، لیانا اومد، ولی بعد چند سال بسیار پرتنش داشتین. از اونجای شروع شد که سارا کماکان ترکیه بود و تو داشتی میرفتی ترکیه برای کار و تو فرودگاه دیپورتت کردن، اجازه ندادن وارد ترکیه بشی و خب خیلی سخت بود دیگه. سارا اونجا گیر کرده بود، به خاطر کارش نمیتونست کارش رو عوض کنه و بعد تو دیگه نمیتونستی به ترکیه. اتفاقا وقتی به اون فکر میکنم، خب منو دیپورت کردن به خاطر خیلی میگم فکر میکنم برای مسائل کردن، اتفاقا مسائلی بود بعد از کودتا بود، خیلی از آدمایی که چپم بودن به جرم اسلامگرایی با گولنیستا دستگیر شده بودن، یعنی نقض حقوق بشر بود. خیلی از خبرنگارا اونجا به خاطر اینکه خط قرمزی که دولت اردوغان گذاشته بود عبور نکنن موندن، آفیسشون آپارتمان زیباشون تو استانبول حفظ کردن، ولی خب من چند تا گزارش دادم بیرونم کردن. و اون برهه خیلی خوب بود، مثل دوران سوویت سابق بود، اتحاد جماهیر شوروی. سارا میگه مثلا یه بار من پرواز کردم تو بخش یونانی نشین قبرس، سارا از آنکارا مستقیم رفت تو ترکیه نشین، من اومدم لب من، سارا با تاکسی اومد این و با لیانا با دخترم. بعد یعنی الان فکر ولی در مقطع همیشه توی کشور سوم بعد ما میدیدیم. آره اومد مثلا تو رفتیم آلمان، خیلی جاها رفتیم تو این مدت. ولی خب سارا نهایتا تصمیم گرفت که یک سال مرخصی بدون حقوق بگیره، اون پستی که تو استانبول در کرتل بهش میگن کویت کرد، گفت برمیگردم یک سال مرخصی. بعد من گفتم تو یک سال بیا، من یک سال مرخصی میگیم که بریم، ولی متاسفانه سارا مریض شد. آره سارا مریض شد و بعد از چند ماه که برگشت اینجا سرطان خون گرفت که لوکمیا و ما رو درگیر کرد برای چند سال. آره برای چند سال؟ برای فکر کنم 2018 سپتامبر 2018 دیاگنوز شد که رفت بیمارستان و متاسفانه نیومد بیرون. چه احساسی داشتی اون لحظه ای که به خبر دادن؟ ببین همیشه فکر میکردم که هیچ چیزی هیچ سختی نمیتونه جلودارم باشه. مثلا من خواهرم که 11-12 سالم 21 سالش بود سرطان رحم داشت فوت کرد، ناراحت بودم، ولی هیچ وقت وقتی تو زندگی من اولا بچه بودن بعدم کسای دیگه بودن تو زندگیم درگیر نبودن. و وقتی سارا یادم رفتیم اینجا به این گفتم، من بودم که خیلی ناراحت بودم و واقعا گریه کردم و اون اومد منو دلنوایی داد. و لیانا چند سالش بود؟ لیانا 2.5 سالش بود، 3 سالش بود، 3 سالش بود. لیانا 3 سالش بود، دقیقا 2-3 روز از 3 سالگی لیانا گذاشته بود که رفت بیمارستان. یعنی مطمئن شدیم که بهم گفتن که آقا سرطان خون داره. و ولی خب یه لحظه من احساس کردم تمام دنیا یک ساختمون چند طبقه ریخ رو کلم و دارم دنبال یک روزنه میگردم. همون شبی که سارا به من گفتن ما بردیم پی بیمارستان، من میخواستم اون شب بمونم، از اون برم لیانا هی رفیقم زنگ میزد، لیانا میگه دا بابام نه نمیخوابم. لیانا همیشه بابایی بوده میدونی، و گیر کرد و از یه طرف هم میخواستم با لیانا، سارا گفت نه برو خونه که لیانا تنها نشه. و حالا هنوزم که هنوزه من عذاب وجدان، چرا اون شب من نموندم تو بیمارستان؟
این بخشی از پروسه عزاست دیگه. و واقعا یکی از سخت‌ترین جاها، یه جوری بود منی که به قول خودت میدونید خطرناک‌ترین جاهای دنیا میرفتم، از خیابون رد میشه میترسیم ماشین به مزنه دخترم تنهاست، همون میگه سرم نخوره به موش کاشی بیهوش بشم، دخترم کی اینجا؟ یعنی یک لحظه تمام معادلات زندگی من به هم خورد و درگیر شدیم دیگه. و سارا هم واقعا تو این مدتی بالاخره سپتامبر 2018 درگیر شد، ژانویه فوت کرد و تو این مدت ژانویه 2021 فوت کرد. یعنی ما دقیقا 2.5 سال درگیر بودیم و این انسان تمام تلاش خودشو کرد و به باور من تا آخرین روزها امید داشت که این مریضی رو شکست بده و متاسفانه نشد. و مدت‌های طولانی که بیمارستان بود و حتی به خاطر سیستم ایمنیش کسی هم نمیتونست بره دیدنش. حقیقتاً یکی از سخت‌ترین شرایطش. گفتم الان من یکی از عذابم اینه چرا راهی رو پیدا نکردی تو اون مدت 2 ماه بری تو بیمارستان. اصلا من استاد اون کارام، قوانین رو دور زدن و واقعا میتونستم، ولی بازم دوران کووید بود، نگران بودم، میتونستم مثلا خودم رو دکتر کنم برم تو بی‌تعارف، یعنی اینقدر این بود، ولی نگران بودم من ویروسی نبرم تو اون سیستم ایمنیتی شد. ولی در کل خیلی روزای سختی داشت و واقعا الان تصور میکنم یه روز رفتم داخل بیمارستان، موی سرش این دختر زیبای این جلوی پنجره طبقه 15 نشسته بود، نگاهم کرد، سلام کردم، جواب نداد، بهم خیره شد، گفت الان میدونم چرا این پنجره رو باز نمیکنن، گفت اگه باز میشد من میپریدم پایین. اینقدر درد داشت، یعنی خونریزی مغزی داشت، خودش هم نمیدونست، مورفین هم کار نمیکرد. بعد وقتی نگاه میکنم یعنی که این 2.5 سال چقدر عذاب کشید و شکست همیشه تو کار رو شروع میکنی، تمام رنج رو تحمل میکنی، در نهایت وقتی که به نتیجه میرسه نمیرسه، اون موقعه که میشکنه، حس میکنی. واقعا میگم، واقعا من یعنی درد سارا بخشی از وجود من شده بود، تو با گوشت و پوست و استخون حسش میکردم. تو اون شیمی درمانی بعضی موقع آدم ها رو روانی میکنه، چندین با سارا منو بیرون میکرد از اتاقش، با من اینجوری بود نه با کسی، چون با من راحت بود، میتونه دردشو بگه. و جالب اینه تو روزای آخرم فقط میگم my husband برگشته بود، همیشه با من فارسی حرف میزد دیگه و اون روزای آخر فقط انگلیسی حرف میزنم، میگم هر چی میگم نباید شوهرم اینجا باشه، باید شوهرم میگم باشه. برای خیلی شده روزای سختی بود، واقعا خیلی روزای سختی بود. و من حس میکنم قبلا گفتم میتونم خواهرم از دست دادم، هیچ وقت این نبود. من حس میکنم بیماری سارا خیلی روم تاثیر گذاشت که درد دیگران رو بهتر بفهمم. الان اگه کسی میگه مریضم، اگه کسی میگه سرطان، اگه کسی میگه اینه، میفهمم چی میکشن. و این انگلیسی ها میگن empathy، این همدردی خیلی خیلی بهتر اونا رو میفهمم. کسی که میبینم، یک بچه که میبینم، میفهمم که این بچه ها چی میکشن، خانواده ها چی میکشن. و واقعا میگم تأثیر خیلی خیلی عمیقی رو من گذاشته، یعنی که به حالت یک فلسفی شده برای من زندگی. ریا تو اون لحظه دوست داری چی بشنوی؟ برای منی که خب از بیرون داشتم میدیدم این تراژدی رو، خیلی سخت بود که نمیدونستم باید چی کار کنم، باید چی بگم. کسی که از بیرون عزیزی رو داره توی همچین شرایطی میبینه، باید چی کار کنه؟ ببین به نظر من دو سه بخشیه. یه بخشی اینه که اصلا ملت، خیلی از ماها نمیدونیم چجوری با یک مریض ترمینالی ایل یا کسی که ممکنه بمیره داره چجوری برخورد میکنه. خیلی وقتا تو فرهنگ ما کیرگیور، کسایی که دارن نگهداری فراموش میکنن، مثلا میرن یارو زن همسرش مریضه، زنش یا شوهر کلا فراموش میکنن، انگار که این انسان اصلا وجود نداره، در صورتی که اون شخصی که داره نگهداری میکنه باید چندین بار رو همزمان بکشه جلو. خیلی وقتا مثلا مردم میان لکچر میکنن، از بالا حرف میزنن، آره خوب میشه ان شاءالله، ما همسایه داشتیم خوب شد و نه نگانو قوی هستی و تصویر دیگه. آدمایی هستن اینا رو خوب میفهمن خودشون. خب سارا مثلا مردم میاد میگن دیگه درباره کسایی که مردن حرف نمیزنن. گاهی موقع بهترین حرفایی که با سارا میزدن میگفتن واقعا این مریضی خیلی نکبتیه، it's awful، یعنی یک حس همدردی، یعنی امید الکی ندن، الکی نه، صادقانه بود.
و این خیلی ساکس خیلی اینجوریه. یا گاهی موقع مثلا خود منو میگم خیلی ها منو دعوت نمیکنن تو برده هاشون تو پارتی هاشون، رفقای زیادی داشتم و به باور من میدونم ما از کجا اومد. خیلی هم میگفتن خانم ما چجوری پارتی بدیم، جیار بگیم زنش داره تو مراسم میمیره، در صورتی که ما اون موقع بیشتر نیاز داشتیم که یک جمعی دارمون باشه، یه مقدار همش تو غم و ماتم و ناراحتی و نگرانی و مریضی نباشیم. و بعد مهمتر از همه به نظر من، من یک بچه 3 ساله داشتم وقتی که سارا فوت کرد، 4-5 ساله بود. و چجوری یک بچه رو آماده میکنی برای بدترین سناریوی ممکن. و سارا خیلی جلوتر است. من آدمی هستم رو 24 ساعت مودم، ولی سارا آدمی بود برای چندین سال همیشه برنامه‌ریزی می‌کرد. ما رو وادار کرد 6 ماه قبلش بریم تراپی کنیم. چجوری لیانا رو آماده کنیم با مفهوم مرگ؟ اگه فهمید ما نمی‌تونیم دروغ بگیم رفته تو آسمون منتظر بمونه تا ابد. خیلی ها این کارو می‌کنن. باید صادقانه بهش بگیم چیه. و به نظرم این خیلی کمک کرد. و با وصف این که ما آماده شده بودیم برای این، هرچند این پلان بی بودیم، ما 10% گذاشته بودیم بمیره. من 0% هیچ وقت حاضر نبودم قبول کنم این واقعیتو که ممکنه اتفاق بیفته. و این بدترین سناریو افتاد. و من اون شبی که به لیانا گفتم، گفتم مادرت مرده برنمیگرده، اولین عکس عملش این بود به من. I knew it. من میدونستم نمیاد. یادت بهت گفتم با مامی دیگه نمیاد خونه. و بعد سوالهای زیادی. و بعد متوجه شدم با وصف این که تو این مدت من تلاش کرده بودم خودم رو آموزش بدم، بیشتر بفهمم دنیای بچه ها رو، و چقدر فهمیدم من چقدر بی سوادم، ما چقدر به عنوان بزرگترها فهم بچه ها رو دست کم میگیریم، ما چقدر. و جالب اینه میدونی 6 ماه اول وقتی سارا فوت کرد من خیلی ایموشنال بودم و خیلی ناراحت بودم. و لیانا کلن عقب نشینی کرده بود. وقتی من آروم شدن دیدم اون شروع کرد به عزا گرفتن و فهمید اون میدونی به من داد. و من وقتی نگاه میکنم میگم چقدر این بچه ها، من بچه من نیست فقط، فکر نکنیم میگم دختر من تافته یه جدا بافته، نه، همه بچه ها این فهم و شعور رو دارن. و متاسفانه خیلی وقتا تو فرهنگ ما، حتی تو غرب هم خیلی ها نمیدونن، فکر میکنن اگه مادر یا پدر کسی میمیره عکس و برداریم دیگه دربارش حرف نزنیم بچه تموم شده. اون بچه میمونه تو ذهنش، منتظر میمونه تا ابد کی مادرم برمیگرده. و ما حتی تو مراسم سوزوندن یا کریمیشن سارا، یادته خودت بودی اونجا، آوردیمش بهش گفتیم چه اتفاقی میفته. سارا لیانا نگرانی های خودشو داشت، استرابای خودش داشت، ولی الان میفهم. مثلا چند روز پیش پدر بزرگ نرسش فوت کرد، اسپانیاییه. لیانا فوری گفت او میره با مامی حرف میزنه، مامی هم اسپانیایی بلده، با هم حرف میزنه. بعد گفت اوپسی، گزارش هم میده که من ناتی بودم این کارو کردم. یعنی یه چیز مثبت، یعنی من خوشحال بودم میدیدمش، از تلخه ولی یک جوک تلخه، ولی میدیدمش که اینجوری نگاه میکنه. میدونه مامی مرده بر نمیگرده، حالا یه دنیای دیگه هستش یا نیست، اون بزرگ میشه الان مذهبی میشه نمیشه اسپریچوال، انتخابیه که خودش گرفته. و من تمام هم و غم و تلاشم اینه، امیدوارم که بتونم جای مادرش رو پر کنم، به من اعتماد کنه، به هم بگه اگه پریود میشه کیه، احساساتش داره کیه، کسی رو میبینی کیه، اون چیزی که مادر دختر دارن با منم داشته باشه. واقعا کار سختیه، واقعا کار سختیه، کار سختیه. و میدونم که خب خیلی هم الان به تو وابسته است، تو هم کماکان برای کارت سفر زیاد میری، چطوری با اون فکر میکنی کنار میاد بچه؟ اون خیلی سخته براش. مثلا گفتم این چند روز پیش رفته بودم بلژیک، اولا خیلی تلاش کردم نرو، من خیلی احساس میکنم تنها منو احساس گناه کنم. بعد فهمید که کاری نمیکنم، بعد گفت باید برام اسباب بازی بخری و نمیدونم شکلات بیاری، و گفتم باشه. بعد برگشتم خیلی بهم گفت، گفتم بهت 24 گفت بابا من وقتی تو میری من نگران دیگه بر نگردی برای همیشه، you never come back. و خیلی برام سخت بود. تو کانادا هم رفته بودیم تو کریسمس، 2 ساعت رفته بودم، بهش گفتم، هی به من میگفت، رفیقم زنگ میزد همسرش که لیانا میگه کی برمیگردی، منم برگردم بابا من 2 ساعت رفتم، گفتم بهت، گفت نه بابا مامی مرده، اگه تو بمیری من کسی ندارم. یعنی بچه ها این احساس نگرانی رو دارن، این چی بگن سروایوال چی میشه، بقایه، میفهمه که من، گفتم من خانواده دارم اینجوری هم نیست، ولی میدونن هیچ که پدر مادر. من یادمه که همون چند ماه بعد از فوت سارا
اینجا نشسته بود رو مبل داشت بازی میکرد یا یه چیزی نگاه میکرد، تو رفتی دستشویی. من مثلا بچه ها دیدی وقتی چیزی نگاه میکنن کامل تو دنیای اون فیلم هن، هرچی که دارن بازی میکنن یا نگاه میکنن اصلا نمیفهمن چه خبر. تو رفتی دستشویی، بلافاصله اومد دنبالت. یعنی با وجود اینکه سرش توی موبایل بود، حواسش به اینکه تو کجایی هست. یعنی خیلی نگرانه. و یک چیزی درباره عزای بچه ها بگم، خیلی نگرانه لیانا که منو هم از دست نده. این یک حقیقتیه و میفهمن اینو. اما یک لیانا همیشه جلوی مادرش به من گفت من بابا رو بیشتر دوست دارم، نه میخوام بابا بغل دستم باشه، نه اینکه. و چند ماه پیش شب میخوابید، یه سکوتی کرد، میدونم وقتی سکوت میکنه به مادرش فکر میکنه شب، و تختم آوردم بغل دست، بازم بابا سونه تختش میاد با این میاد بغل من، نصف شب با بهانه میخواد میترسم سردمه خلاصه. بعد گفت بابا خیلی دوست داشتم یه چیزی رو به مامی میگفتم. من بابا میخواد چی بهش بگی؟ یک مکس طولانی کرد، نگاهم کرد، گفت من تو رو دوست دارم ولی نه بیشتر از خودم، اما مامی رو بیشتر از خودم دوست دارم. یعنی من اون لحظه حس کردم این پیام به من نیست، پیام به مامیه. این داره مثل من هست احساس گناه میکردم چرا اون شب توی بیمارستان نموندم، اینم داره احساس گناه میکنه، پروسه عزاست. من چرا جلوی چش مامی میگفتم بابا رو بیشتر دوست دارم؟ مامی نگاه کن، من الان جلوی بابا میگم بابا رو دوست دارم نه بیشتر از خودم، اما تو رو بیشتر از خودم دوست دارم. یعنی داشت با مامی حرف میزد و من گفتم این یک چیز ساده میشه از کنارش گذشت، ولی نگاه میکنی میگی واقعا بچه ها مثل ماها که احساس گل. کاش که اون روز نرمش نشون میدادم، کاش که اون روز که میگفت بریم فلان جا میرفتیم، مقاومت نمیکردم. بخشی از عزاست و دختر منم داره عزا میگیره که چرا من همیشه جلوی مامی میگفتم مامی رو بابا رو بیشتر از تو دوست دارم، الان دارم جلوی بابا این پیامو بهت میدم مامی من تو رو بیشتر و بیشتر از خودم دوست دارم.